این با که گفتم گوشت داشته باشه اینجاش، خب الان من خودم می نویسم دوباره گوشت نداره، چیکار کنیم؟ دوباره لاغر شد. وقتی که ب می نویسید اینجا لاغر میشه، این یه چیز طبیعیه. شما باید قلمتون رو بذارید تو خود این لاغری، بعد دور بزنید. اون وقت دیگه این لاغری که تو خط شما ایجاد شده ایجاد نمیشه. ببینید، شما میاد اینجور می نویسید، خب طبیعیه اینجا لاغر میشه. شما بایستی وقتی که میخواید ادامه بار رو بنویسید قلمو بذارید تو خود این قسمت لاغری. آره دیگه اینجا الان این مشکل به وجود نمیاد. پس این اینجا یه خورده قوت بیشتری نیاز داره. توی کلمه جد هم دقت کنید، خیلی این جیمتون طولانی نشه. اگه جیم طولانی شد هسته جیم هم بزرگ میشه، دیگه کلمه آنچنان زیبا نخواهد شد. این قلم من با شما مقایسه کنید، قلم به این بزرگی جیمش حتی از جیم شما هم کوچیک‌تر شد. توی کاف هم گفتم که این قسمت دقت بشه، حالا یه کاف هم براتون اینجا می نویسم. این حرکت رو دقت کنید. ببینید اینجا دور میزنه. این دور زدگی یه ذره اینجا بالاتر از این قسمته. اینا رو میبینید؟ اینا رو بایستی توی الگوهای درجه یک نگاه کنید، اینقدر نگاه کنید و مشق بکنید که براتون دیگه حالت معمولی پیدا کنه، نوشتنش سخت نباشه. کسی رو اینجور هم میتونید بنویسید. خب توی کلمه اقنع چون مشکل دارید من این گوشه براتون مینویسم. دقت کنید توی خط کلمه قنع، نگاه کنید از اینجا به بعد توی خط شما اشکال وجود داره. شما از اینجا اومدید رفتید به این بر، ولی اینجا ما میگیم که به اصطلاح یک دور و یک شکم داره. و این حرکت هم حالت افقی داره، یعنی شما اگه این شکم توی خطتون دیده نشه این عینتون قشنگ نمیشه. باید اینو دقت کنید. توی قاف القلیل هم ببینید اینجا این که میره بالا، این هسته، این زاویه و این زاویه در یک مسیر نیستن، بالا پایینی دارن. اینا رو باید دقت کنید. این صاد و زاد و نمیدونم نون و اینها مثلا کلمه وارسین، اینا دقت کنید دایره هاش. حالا این وارسین رو من براتون نوشتم. نگاه کنید شما اینو شاخص میدید، این نباید شاخص بدید. ببینید بنزه یه باریکه ای ما از این جدا میشیم، بعد اینجا بهش نون متصل میکنید. اینو شما تصور نکنید شاخص هست، این دندان شاخص فرق داره، اینجوری نیست. ببینید اینجوری. بعد کلمه نمون نو هم نونش به این شکله. به ما هم همینطور، یه حرکت شماره یک، حرکت شماره دو حالت عمودی داره، افقی عمودی. اینا که میگم افقی عمودی شما فکر نکنید اینجور هستا، اینا هر کدومش انحنا داره، پیچ و تاب داره. باید الگو رو نگاه کنید که خوب تو ذهنتون نقش ببنده. پس الف هاتون رو همونطور که من گفتم ببینید کنار این خطوط الف بنویسید، دوچار
انحراف بیش از حد به یک سمت نشید. وقتی که کنار اینا بنویسید خیلی کمک میکنه که شما الفاتون کاملا موازی باشه، مساوی باشه، قشنگ بشه. یک کلمه مثلا نوشتید دو تا الف داره یا مثلا یه الف و لام داره، نباید اینا کج دیده بشن. ببینید خیلی راحت اینا در یک مسیر دیده میشن و یه نظم خاصی دارن. ببینید اینجاها هم دقت کنید ناتمام نشه. این حالت خوابیده بودن، دور زدن ها، اینا حالت عمود بودن، دور زدن، اینا همه رعایت بشه. حتما الگوها رو نگاه کنید که بتونید دقیق تر بنویسید.